سلام دوستان عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال هفتگیمون با همی پردازیم به انرژی ازش چه خبر. دوستان عزیزان، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین یاران دوستان، و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما عزیزان دل هستم. دوستان عزیز، من مشکل اینترنت دارم و اینکه اصلا نمیدونم آیا این فال به دست شما خواهد رسید یا نه. به هر حال تلاش خودم رو میکنم، برای همین سعی میکنم این فال رو مختصر و مفید برای شما انجام بدم. عزیزان، این فال بدون زمان هست. چند روز قبل و چند روز بعد رو برای شما بیان میکنه و اینکه در این فال دارم بهتون بگم که منظور شخص مورد نظر شما، شخصی که در رابطه که سرد هستین یا از شخصی که خبر نداریم، و اینکه میخواییم ببینین در چه انرژی هایی هست و ازش چه خبر در زندگیش. منظور یانگ و یا قطب مذکر هست. دوستان ببینیم، اول من یک کارت انرژی عدد شناسی براش میریزم. اصلا نمیدونم خندمون میاد، من انقدر که درگیر اینترنت بودم واقعا خنده خوش شد افتاد. خب عدد 8 افتاد. میگه که سرمایه گذاری و انجام دادن کاری. میگه که احتیاج داره که بسازه. ببینید اینجا عدد وقتی 8 رو من اینجوری بگیرم بی نهایت میشه. میخواد بسازه، بی نهایت بسازه. آماده هستش که تمام انرژیش رو در یک پروژه بذاره و اینکه میخواد پول خودش رو و وقت خودش رو صرف کارهای خاص مربوط به خودش بکنه. احتیاج به این داره که ازش قدرشناسی بشه، کادو بهش بدین، یه ماچ و یه بوسه و نمیدونم هر چی که دلش میخواد بهش بیاد. ازش ببخشید. آخ جان، من خیلی خوشم میاد وقتی که کسی میخواد بهش کادو بده. ازش قدرشناسی مادی بشه. و احتیاج داره که و اینکه آماده هستش که یک تغییر اساسی رو در زندگیش به وجود بیاره. خب ببینیم دوستان عزیز چه خبر است در انرژی های این شخص. و اولین کارت هایی که حرف از یوسف جون شما میزنن، من اسم این شخص رو میذارم یوسف جون یا حضرت نوح و قبیلش و فک و فامیلش در کشتیش. ببینیم کشتیش پهلو میگیره یا به گرد میشینه بالاخره. خب دوستان عزیز ببینیم چه خبر است. از کارت های سبز مثل همیشه استفاده میکنم، سعی میکنم تند و سریع باهاتون حرف بزنم چون اصلا نمیدونم میتونم این ویدیو رو میذارم روی خط یا نه. بعد اینجاست که به خودم میگم خودتو رها کن، رها کن. رها شدیم. خب والا خب ببینیم چه خبر هست. اینترنت هم رهامون کرد دوستان. خب ببینیم. اوکی، حرف از کار میزنه و حرف از بله میخواد کار کنه برای مادیاتش، برای ننه باباش، عمه جونش، خاله جونش، برای فک و فامیلش. خب بریم ببینیم که در کشتی حضرت نوح چه خبر است. اولا دارم میبینم که کسی هستش که به خودش خیلی میرسه، تلاشش زیاد هستش، به مادیاتش میرسه، از آنچه که داره دارم میبینم استفاده خیلی خیلی خوب میکنه و خندان هستش. خب خوشحال و خندان. خب بریم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان عزیز دارم میبینم که الان در حال حاضر سرنوشت باش یار هستش. سرنوشت باش یار هستش. میگه که اوکی، دوره‌ای که توش هستم دوره‌ای هستش که از این به بعد دیدیم که این آخریا براش مقدار سخت بود. از این به بعد شاید سرنوشت با من یار هستش. حالا میبینیم وارد دوره جدیدی داره میشه، ولی نمیدونیم در این دوره جدید چه اتفاقاتی میفته. خوش و خندان خواهد بود یا گریان و زاران. و اینجا هم دارم میبینم که به حال داره دیوونه بازی در میاره. ما آرزومون این هست که بگیم خوش به حال دیوونه که همیشه خندان است. اوکی ببینیم کارتای دیگر رو، ولی حالا این دیوونه بازی در میاره یا اینکه رند بازی و نمیدونم اینجوری یا دغل بازی. خب بریم کارت بعدی. کارت بعدی دارم ببینم که ببینه دو چهار چنگولی هم چسبیده به آنچه که دارد. بهتون گفتم یه مسئله جدیدی براش اتفاق افتاده، میخواد سرمایه گذاری کنه. حالا در چی نمیدونم. اون چیزی هم که داره، مادیاتی هم که داره، شرایطی که داره الان رو نمیخواد از دست بده. در ارتباط با خانواده، در ارتباط با مادیات، در ارتباط با شاکرای ریشش. خب بریم یوسف جون دیگه چه خبر است در انرژی هاش. باز هم حرف از این میزنه که در ابتدا یک مسئله هستش. خب در ابتدا یک مسئله هستش و داره چیکار میکنه دوستان؟ داره
فعلا اطلاعات کسب میکنه و میخواد قدمی برداره. توجه کنه اینجا میگفت در ابتدای یک مسئله است، یواش یواش داره حرکت میکنه، پروژه‌ای که در موردش با کسی هم صحبت نکرده عزیزان، توجه کنید. اوکی، برای سریاشون دوستان عزیز توجه کنید، در ابتدای یک مسئله احساسی هستند و اینکه هم خوش و خرم و مجرد، و حالا اگر هم مجرد نباشن در سر خودشون مجرد هستند، و اینکه دارم میبینم که در ابتدای یک مسئله جدید ممکن هست باشن، سر گوش این ور اون ور دارن آب میدن، ممکنه که دارم با این نفر فعلا صحبت میکنم. این هم قسمت به هر حال احساسیش اگر میخواستم بهتون بگم. خب بریم ببینیم دوستان عزیز کارت های دیگه بهتون چی میگن. من از کارت های شعله های دوقلو استفاده میکنم برای این قسمت. ببینیم کارت های شعله های دوقلو چه چیزی رو بهتون میگن در ارتباط با جرجیس خان. جالب اینجاست بدونه که دوستان سرنوشت باش یاره، داره یک مرحله جدید پشت سرش واردش میکنه، ولی جوری سرنوشت هم میسته، نمیخواد واقعا از اینکه تغییرات تو زندگیش بیان میترسه. خب ببینیم احتیاطش رو دارم میبینم و اینکه در ارتباط با مشکلات. خب ببینیم این قبل از که مشکل به وجود بیاد لیزر انداخته ببینم کجا مشکل هست. خب اینجا دارم میبینم عزیزان دل شخصی هستش که دارم میبینم که قدرت داره و اینکه حالش هم خیلی خوب هست این روزا. چه اتفاقی افتاده که حالش خیلی اینجا درست هست؟ خب بریم ببینیم کارت دیگر رو با هم دیگه. کارت بعدی دوستان دارم میبینم که در مورد مسائل مادیش هست، باز هم مادیات پول پول پول، سکه سکه سکه. به هر حال دارم میبینم که برای یه سریاشون عزیزان دل واقعا اگرم در مورد مسائل احساسی بخوام براتون صحبت کنم، این اساس از آنچه که بر اونها بد بوده و گذشته دارم میبینم که دارن ازش میگذرن، یعنی که سعی میکنن روی خودشون کار کنن و بیشتر جای دیگه انرژیشون بذارن، و این وظیفه شما هم هستش. اون جایی که فکر میکنین که غم گذشته، نوستالژی منفی گذشته، این شخص هر کسی دیگه وارد زندگیتون میشه، ایست دوستان، سر خودتون یه جور دیگه گرم میکنین و میذارین از زندگیتون بره بیرون. هر جایی که فکر میکنین که دارین لغزشی دارین میکنین، جلوی خودتون میستین، سفت و سخت میستین، جلو آینه میرین با خودتون حرف میزنین. اوکی بریم کارت های دیگر رو. این یاد گرفته، یانگ یاد گرفته دوستان چگونه خودش رو از مخمصه های عاطفی نجات بده، زمانی نجات میده که به مادیاتش برسه. ببین دقیقاً در مورد آنچه که برش بد گذشته و گریه کرده و حالش بد بوده دارم میبینم که داره چیکار میکنه، قدرت میگیره، زمانی گذشته و تونسته کم 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 از این حالت ها در بیاد. ولی خب به هر حال این به طور کلی همیشه رعشه داره این دوستان عزیز، توجه کنه همیشه در حال لرزیدن هستش، میترسم وای استراب و استرس دارم. اوکی و اینجا هم دارم میبینم که به خاطر اینکه ببینید دوستان عزیز از احساسات میترسه، این شخص میترسه که بالا پرش رو بکنن احساسات. خب من کارت رو یه مقدار جابجا میکنم، سعی میکنم باز هم سریع بگذرم به خاطر اینکه واقعا میترسم که نتونم اینا رو آپلود کنم براتون. خب ببینیم کارت های دیگه بهتون چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص. بله دوستان این شکست خورده توی زندگیش، حرفا شکست میزنه و اینکه دیگه نمیخواد شکست بخوره، و دارم میدونم که زمانی هم میگذرد از حالت بدش و از شکستی که خورده، و اینکه دارم میبینم که الان موقع اون هستش که براش سورپرایز های خوب بیاد. خب ببینیم کارت های دیگه. ببین چقدر احساس گناه کرده و چقدر حالش بد بوده، این برای من در ارتباط با شما هستش. خب و اینکه خودش به خاطر چه؟ به خاطر که خودش میدونه که خودش مسئول این مسائل توی زندگیش بوده و الان میتونه با کار کردن روی خودش و با کار کردن و با داشتن پروژه جدید حتما این نیستش که دوستان کنفه یکون کنیم، خودتون رو توجه کنید، پروژه شما این باشه که اصلا برید کموداتون رو مرتب کنید،
ببینید چه چیزایی میتونه از خونه خودتون جدا کنیم، بزنیم بیرون، یه نفر دیگه ازش استفاده کنه. مینیمالیست زندگی کردن، ببینید چه چیزایی رو میتونین عوض کنین توی زندگیتون. اینا میشه پروژه های جدید برای شما. حتما نباید کنفیکون کنیم. اون حالا یه چیز دیگه داره، شاید هم همین کارا رو که دارم میگم انجام میده. هر چیزی که هست یه کاری داره انجام میده، حالش بهتر بشه. خب ببینیم کارت های دیگه رو با هم دیگه. از این حالت شکست در بیاد. از این دست به سر بودن و گریه و زاری و برین خاله بیارین در بیاد دوستان. خب ببینیم که کارت های بعد بهتون چه چیزی رو میگه. من از این دسته کارت ها استفاده میکنم. ببخشید من تا اینا رو بیارم زمان میبره. چاکرا ریشه وره. میخواد صحبت کنه، میخواد بگه که چه تغییراتی به وجود اومدن. باز هم درد کشیدنش رو دارم میبینم. یعنی با وجود اینکه پروژه داره، با وجود اینکه روی خودش داره کار میکنه و دوره جدیدی پیش روش هست، گفتم بهتون نمیخواد تکون بخوره. میگه الان وقت موفقیتم هست، ولی زلیخا گفتن یوسف شنیدن کی بود ماننده دیدن. باز هم دست به سر هستش، باز هم داره زجر میکشه. ببینین این شخص اصلا خودش نمیدونم خودش جلاد خودش هست یا اینکه هم ستمگر خودش هست و هم اینکه ستمگر شما. خب بریم کارت بعدی بهش چی میگه. خیلی میترسه. واو، اینقدر میترسه که حتی در مورد آنچه که برای من اینجا شما هستید، آنچه که حس و هیجان بهش میده میسته. یعنی ببینین میگن یه سری ها خوشیکش هستن. دوستان عزیز توجه کنید، یک سری ها واقعا خوشیکش هستن به خاطر زخمای درونی خودشون و به خاطر، ولی خب هدفش یه جای دیگه است دوستان. هدفش مادیات و پروژه های جدیدش هستش. حالا از نظر احساسی درد بکشه، یاد گرفته چجوری خودش رو درمان کنه. چیزی که شما دوست عزیز یا یین محترمی که دارین نگاه میکنین، برای که شما این که نگاه میکنین چه بخواین چه نخواین، ولی که بهتون بر بخوره یین هستین دوستان. خب ببین دارم میبینم که سعی میکنه که ازش بگذره، از این مسائل بگذره، خودش رو رها کنه، از ترس‌هاش خودش رو رها کنه، از این دردها و رنج‌هاش خودش بگذره و یه جور دیگه برخورد کنه، از این تنهایی‌ها در بیاد و اینکه آزاد باشه و اینکه دور و برش آدم باشه، اینکه همیشه کمیت رو به کیفیت ترجیح میده. آدمی هستش که دوستان عزیز تصمیمش بر این هست، کارتا تا اینجا که این حرفو میزنه اسمش رو جذب کرده که آنچه که دردش اوورده از این انرژی رو جوری کانالیزه کنه که بیاد توی مسائل مادی استفاده کنه. همیشه بهتون میگم خشم خوب هستش و خشم باعث میشه که موتور هستش، بنزین هستش که بتونیم ما توی جاهای دیگه بخوایم حرکت کنیم و پیشرفت داشته باشیم. و این شخص کاملا دستش اومده و خود کاملا هم میدونه در مقابل شما دوست عزیز هم بستگی داره هم درد داره. پس بنابراین سعی میکنه که این دردها اینا رو از خودش جدا کنه، دور و برش بیشتر آدم باشه. اونجایی که به شما دارم اینم گرایش داره، جلوی خودم رو میگیرم چون میدونم که من قبلا درد کشیدم. اوکی ببینیم کارت های دیگه به شما چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص محترم. بله کارت میگه بهبودی شرایطش دوستان. این شخص بهبودی شرایطش به خاطر که داره دست به عمل میشه و اینکه اوج گرفتنش. در ارتباط با شما فعلا در سکوت هستش دوستان. اوکی و اینجا هم دارم میگم راه حلی هم داره پیدا میکنه برای تنهاییش و اینجا شما افتادین. شما بالاخره افتادین. در مورد شما دو دل هستش چه کار کنم، ولی دارم میگم که راه حلی داره پیدا میکنه. آیا داره میپرسه از خودش آیا شما راه حلی هستین برای که از تنهاییش در بیاد، برای اینکه کامل بشه و برای اینکه مستقر بشه و ثبات برسه و حالش بهتر بشه؟ از خودش داره سوال میپرسه عزیزان دل. برای که دارم میبینم که میگه من قلبم درد کشم، دیگه نمیخوام درد بکشم، ولی با همه این احوال داره از خودش سوال میپرسه چه کار کنم.
من تنها هستم، درد دارم، در زندان روحی هستم، احساس گناه میکنم، گریه میکنم. خب دوره جایی داره پیش روی من باز میشه، من چه کار کنم؟ برم یاد سراغ شما یا اینکه نه؟ و شما رو میبینید در واقع راه حلی برای همه این چیزها، ولی برای همه درداش، ولی آیا کار خوبی هست یا نه؟ و به دنبال راه حلی از این نظر، از نظر ذهنی داره میگرده. خب بریم ببینیم دوستان عزیز چه خبر هست در انرژی های فرشتگان عشق. عزیزان همجور که گفتم باید سریع و سر جلو برم، منو ببخشید عزیزان. خب مثل که نمیخوان بیافتن. اوکی دوستان توجه کنین، شخصی هستش که واقعا در ارتباط با شما، حرف از آشتی میزنه و حرف از این هم میزنه، گرایش داره به سمت شما، میخواد برای خودش هر جوری که هست. ببینیم دارم میبینم که اینجا به سمت شما فکر میکنه شما کلیدی هستین برای تمام این چیزها، و دارم میبینم که به فکر آشتی هست و اینکه میگه بین من تو هنوز جذابیت هایی وجود داره، پس بهتره این هستش که همدیگر رو دوست داشته باشیم. حالا از اینکه در فکر و خیالش هست تا اینکه بخواد قدمی برداره چه کار میکنه؟ دیدیم که میخواد از درد و غم خودش رو رها کنه. مسائل مادی الان این روزایی که دارن میان براش خیلی مهم هست دوستان. پروژه‌هایی که توی زندگیش هستن براش خیلی مهم هستن، به خاطری که یاد گرفته چجوری درد خودش رو درمان کنه. باز هم تکرار مکررات میکنم، شما باید یاد بگیرید دوستان. خب بریم ببینیم. و همیشه هم بهتون گفتم تا یانگ نخواد، تا اون شخص نخواد دوستان، آب از آب تکون نمیخوره در این رابطه. خب کارت بعدی ببینیم دوستان عزیز. ببین دوستان عزیز، این الان میگه که با اینکه با شما، شما رو توی سر داره، دوست داره حالا آشتی کنه و فلان چیزا، توجه کنین. ببینین آدمی هستش که مستقل هستش و اینکه دوست داره که از هر گلی ببوید و نمیخواد خودش رو فدا کنه. خب و برای همین دارم میبینم که داره چیکار میکنه، داره تجزیه میکنه. یک سریاشون هم خیلی از خودگذشتگی هایی رو انجام دادن در ارتباط با زندگیشون با دیگران، الان میخوان شما خزینش رو بپردازید در واقع. پس آدم هستش که ببینین دوست، ببین بار خیلی در فکر شما هست، خیلی تجزیه تحلیل میکنه، بارش سنگین هست این شخص، خودش بار خودش رو سنگین میکنه و یاد گرفته چجوری برداره بار سنگینش رو، شخص احساسیش رو تلپ میندازه بیرون دیگه. و اینکه دارم میبینم که ممکنه که مشاوره میگیره دوستان عزیز، و یا اینکه کسی هست دوروبرش که توصیه ای بهش میکنه، نمیخواد شما رو رها کنه و نه اینکه دارم میبینم روش رو برگردونه به سمت شما. ببین از دور داره شما رو میپاد این شخص. اوکی از دور داره شما رو نگاه میکنه عزیزان دل، به این فاصله که بین شما افتاده. اینجا هم به همین صورت، یعنی این پایین شما بالا هستین، تفاوت ارتعاشات شما در این هستش. یک سریاتون خیلی اوج گرفتین در ارتباط با این شخص و این شخص میدونه که با شما باید درست برخورد کنه، ولی نمیخواد آزادی خودش رو، استقلال خودش رو از دست بده. خب ببینیم کارتای دیگه بهتون چه چیزی رو میگن. من از چه دست کارتای استفاده کنم؟ از این دست کارتا استفاده میکنم و بعد میرم سراغ کارتای دیگه اگر بشه. ببینید زوج جدایی. اوکی دوستان عزیز، این تو اگر این شخص در یک رابطه قبلا بوده که با شما که الان در جدایی هستین، یک سری ها به خاطر اینکه در یک تعهد دیگری بودن که خب اوکی و شما رو جدی نگرفته بوده، و الان دارم میبرم که حرف از شروع میزنه. بهتون گفتم اینجا به دنبال راه حلی هست، شما رو میبینه راه حلی برای تمام کلیدی برای تمام اون دردهای خودش، ولی راه حلش هم پیدا کرده با کار کردن. چرا شما در زندگیش اینقدر حضور دارین این روزا نمیدونم، چه اتفاقاتی افتاده که اینقدر در ذهن این شخص حضور دارین که هی داره پیش خود چرکه دستش هستش
و اینگه داره حساب کتاب میکنه، در حالی که اینجایی ها همیشه میگن که وقتی که دوست داری نمیشماری. خب بریم ببینیم آخرین کارت ها بهتون اینجا چی میگن. دوستان عزیز بهتون میگن که اوکی، دارم میبینم دوستان عزیز مشکلاتی داره این شخص، بازم دل شکستش اینجا افتاده. کارت بعد میگه که اینا زود داره میگذره، زود میگذره این مشکلات و دل شکستش، و اینکه دارم بازم شانس بر روی چی؟ بر روی شروع دوباره دارم میبینم، شروع جدید دارم میبینم. این ببین دوستان عزیز، من خلاصه بهتون میگم، میرم سراغ کارت های دیگه. آدمی هستش که یک دوره جدید پیش روش هستش، از نظر مادی موفقیت هایی داره، آنچرا که بخواد داره، ولی دل شکسته هم داره، مخصوصا در ارتباط با شما. هم میترسه، هم ناراحت هست، هم احساس گناه میکنه، ولی و اینکه دارم میبینم که احساس میکنه دور و برش هم خالی هستش و شما رو میبینه که راه حلی برای تمام این دردها، یک کار جورایی میخواد شاید جبران کنه. ببین دارم میبینم بهتون خیلی گرایش داره اینجا، یه کارهایی دارم میبینم که داره انجام میده، توی ذهن خودش هستش، داره از خودش سوال میپرسه، من اگر با این آشتی کنم باید بهتر رفتار کنم، آیا از پسش برمیام؟ چون من دوست دارم خودم باشم و خودم و هیچ تعهدی نداشته باشم. و اینجا دارم میبینم که اگر تا حالا مسئله شما رو جدی نگرفته، از این به بعد میخواد جدی بگیره، واقعا به فکر یک شروع جدید هستش دوستان، به خاطر دل شکستش، خودش حالش بد هستش. بهتون گفتم پروژه‌های دیگه هم داره دوستان عزیز، ولی اینکه بهتون بگم فردا بخواد بیاد سراغ شما، من تا حالا کارت مکالمه اینجا من ندیدم دوستان. اوکی اوکی، ببینیم چه خبر هستش. اوپ اوپ اوپ، کارت ها افتادن عزیزان. میگه که من صبور هستم دیگه، حضرت ایوب از رو برد دیگه صبوریش به چه صورته. من صبور هستم و اینکه منتظر هستم که موقعیت درست ایجاد بشه. من سیبیل در آورد. بهتون میگم همیشه با یک گل بهار نمیشه، با یک سیبیل هم آدم مرد نمیشه. باشه که این فال قطب مذکر یا یانگ مربوط به آقایون نیست دوستانا. وقتی که من این حرفو میزنم برای به خودتون نگیرین آقایون. منظور خانم ها و آقایونی که یک اخلاق خاصی دارن. میگه که من بزرگ شدم و اینکه میدونم اون شخص تو هستی و اینکه دیگه اون شخص قبلا من نیستم و من به دروغ گفتم و نمیتونم به حقیقت رو بگم. اوکی، دروغ گفته که روی یه سری چیزها که من اهل مثلا تعهد نیستم و این ور اون ورم میپلکم. من دیدی از آینده خودمون دارم و من تصور میکنم که آینده من با تو خواهد بود. ببینیم کارت دیگه. من برای پروژه های خودم کار میکنم و دوست دارم که متمرکز بمونم. من به خدا ایمان دارم و اینکه میتونم رابطه من و تو نوشته شده بوده و اینکه آخرین کار ببینیم چی بهتون میگه. میگه که من شک دارم و اندازه کافی به خودم اطمینان ندارم. ببین آدمی هستش که کلن بهتون گفتم دوستان عزیز، توجه کنید، صبور اینجا. من به تو نمیدونم فکر میکنم، ولی رو پروژه های خودم هم اول مهمتر هستش، پس صبوری میکنم. همجور که گفتم مادیاتی داره بهش میرسه عزیزان دل، به شما هم خیلی دارم میبینم که فکر میکنه و میخواد منی از خودش نشون بده، ولی از جانب دیگه دوستان عزیز توجه کنید، این شخص دروغهایی رو گفته و از خودش میپرسه که آیا به اندازه کافی اطمینان داره که شما شخص زندگیش هستین، با این که میگه من تصوری از آینده دارم، و آیا قدرتش رو داره، قدرت ماندن در رابطه با شما رو داره یا نه، میتونه توقعات شما رو، هر چقدر هم که بگیم توقع نداریم، میتونه همون جزئی ترین توقع شما رو برآورده کنه یا نه این شخص. خب بریم، دو تا کارت افتاد. میگه من آماده هستم، اینجا میگه من آماده نیستم. میگه که من احساس میکنم که آماده هستم که کاری رو انجام بدم در ارتباط تو برای رابطمون. من بزرگ شدم، اینجا گفته بود من تغییر کردم، و اینکه من آگاه هستم که میخوام با تو باشم. اینجا میگفت من میخوام با تو باشم ولی اول پروژه هام.
و اینکه دارم آماده میشم که به سمت تو بیام. پس دقیقا دو تا کارتای اینجا راست میگفتم، دارم آماده میشم، هنوز آماده نیستم، در حالی که تیتر این بود من آماده هستم. اوکی، کارت بعدی که افتاد این بود، میخوام با تو باشم، میخوام. الان تازه فهمیدم چقدر تو برای من مهم هستی. و وقتی که با هم بودیم با حال من خیلی خوب بود، و اینکه نمیخوام از تو بگذرم و میخوام که اغلب اوقات با تو باشم. اوکی عزیزان دل، این فالی شما بود، این شخص مورد نظر شما، حرفایی رو که برای شما داشت. دوستان خوب، منو ببخشید باز به خاطر عجله‌ای که در گرفتن فال داشتم، چون ممکن هستش که نتونم این فالو براتون پخش کنم. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش عزیزان دل، و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان.